با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان در سراسر دنیا، من جلیل مرتضوی هستم. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما را میبینید و یا صدای ما را میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت و در سلامتی کامل این برنامه را دنبال میکنید. دوستان گرامی، امروز در مورد زندانی خانم سلما شهاب با شما صحبت خواهم کرد. مقاله از جان بولتون در واشنگتن پست، و اگر وقتی باشه این مقاله واقعا خنده‌دار رضا پهلوی در وال استریت جورنال، و همچنین راجع به برجام با شما صحبت‌های خواهم کرد. و اما قبل از هر چیز خیلی خوشحالم که خدمت شما بگم در همین دو هفته اخیر مبلغ 70 میلیون تومان از طرف شما عزیزان از امریکا، اروپا و ایران پول دریافت کردیم برای ادامه کار این ساخت این درمانگاه در منطقه فقیرنشین آبادان. من از یکایک که شما عزیزان تشکر میکنم و واقعا هم وقتی دوستان این کارا رو میکنن، این فقط یک نمونه ای از کار ایران دوستا در مورد ایرانه. ببین، شما ممکنه با نظام مشکل داشته باشید، خیلی دارن، با کاراش موافق نباشید، با خیلی از کاراش موافق باشید، همه اینا به جای خودش، ولی با ایران که مشکلی نداریم. وطن شماست، اینجا متولد شدید، از اینجا یاد گرفتید، آموختید، و خوشبختانه و خدا رو شکر هزار مرتبه که ایران دوستان هنوز این وطنشون رو فراموش نکردن در هر جای جهان که زندگی میکنن. من نمیدونم، چون با من در تماس هستن دوستان، ایده هم هستن که در جاهای دیگه دسترسی به میکروفون های آنچنانی، تلویزیون های آنچنانی، همه هم میخوان ایران نجات بدن. آیا تا حال یک کلمه از اینا شنیده که میخوان یک کمک به یه ایرانی نیازمند بکنن؟ اگر شما دیدید تو همین رسانه های ایران ستیز، منو لطفاً خبر کنید، من همینجا پخش میکنم و ازشون تشکر میکنم. فعلا که من که این همه این رسانه های ایران ستیز رو دنبال میکنم یک کلمه ندیدم. به هر حال خدا به کار و کسب شما برکت بده و کمک های شما ماندگاره، چون ساختن درمانگاه و مدرسه چیزی نیستش که یکی میاد و رد میشه، سالها میمونه. این اثر کار خیر شما عزیزانه. دستتون درد نکنه و من سپاسگزار یکایی که شما هستم. دیگه من نمیدونم که چی جوری، ولی خودتون میدونید که کار شما یک کار ماندگاره و برای وطنمون هم نیازه. بنابراین خوشحالم که شما اینو بهتر از هر کسی درک میکنید. خب دوستان، برگردیم به مسائل خودمون در ارتباط با سیاست جهان. روزنامه واشنگتن پست چهارشنبه 17 آگوست 2022 مقاله داره به قلم سردبیر واشنگتن پست. عنوانش اینه: یک خشونت دیگر از خاندان سعودی. یک خشونت دیگر از خاندان سعودی. سردبیر واشنگتن پست می نویسه که خانم سلما شهاب یک خانم جوانی است، ازدواج کرده با دو فرزند 4 و 6 ساله، اهل عربستان سعودیه. برای دریافت درجه دکترا
یکی دو ساله که در انگلیس مشغول تحصیله. خانم سلما شهاب پارسال در سال 2001 تصمیم میگیره که برای تعطیلات بره کشورش عربستان سعودی. به محض ورود او به عربستان دستگیر میشه و میفته زندان. چرا؟ میگه که اولا قبل از اینکه بگم چرا این خانم دستگیر شد، این خانم جز اقلیت شیعه در عربستانه. میگه اقلیت شیعه، اینو سردبیر واشنگتن پست مینویسه، دوستان چیزی که نیست که من مقاله رو گفتم بریم بخونید. حالا من که اینو مطرح میکنم چون یه بچه شیعه دهاتی ترک هستم، بعضی میگن ترک نگو بگو آذری. به هر حال دوستانی که عادت دارن در سن سال ما باید یه میدار مطالعهمون ببریم بالا. به هر حال من اینو نمیگم به عنوان بچه شیعه، اینو سردبیر روزنامه واشنگتن پست در امریکا داره میگه. میگه این خانم شیعه هست و شیعه ها اقلیتن و همیشه مورد آزار و اذیت خاندان سعودی هست. میگه این خانم سلما شهاب به چی دلیل دستگیر شد؟ چون در فیسبوک خودش که تقریبا نزدیک به 2000 فالوور داره، اونجا این خانم با اسم خودش از خانمهایی که به خاطر رانندگی در عربستان دستگیر شدن و در زندان هستن. میگه در عربستان سعودی این خانم را به عنوان کسی که بر علیه امنیت عربستانه، سردبیر واشنگتن پست این سوال مطرح میکنه که ما فیسبوک این خانم رو دیدیم، خیلی ساده عکس بچه هاشه خودش، و میگه که این خانم هایی که در عربستان به خاطر رانندگی در زندان هستن باید آزاد بشن. همین، چیز دیگه ای ننوشته. میگه به همین خاطر این خانم 284 روز به طور انفرادی در زندان عربستانه و الان هم در زندان دادگاهی تشکیل شده و این خانم را به 34 سال زندان و بعد از اون هم 34 سال ممنوع الخروج. گفت این رژیم ستمگر عربستان که قاشقچی را با اون حالت وحشتناک کشته و محمد ابن سلمان که میخواد به دنیا هر جا میره یه چمدان پول میبره و میخواد عربستان را مدرنایزیشن بکنه، نمیدونم شهر یوتوپیا میخواد درست کنه، چجوره میتونه که یک خانمی که تو فیسبوک فقط دفاع از زنای دیگه به خاطر جرم رانندگی دفاع کرده، خانمی که برای گرفتن دکترا در انگلیسه و رفته برای مسافرت و دیدن خانواداش همین جوری افته و بچه هاشم ولو بیرون، که بچه 4 ساله و 6 ساله. میگه که غرب به ویژه امریکا که با عربستان رابطه دارن، آقای بایدن هم اخیراً از اونجا زندگی دیدن کرده، من صراحتاً میخواهم که در مورد آزادی سلما شهاب اقدام جدی بکنه. سردبیر واشنگتن پست در این مقاله 4 شنبه 17 آگوست این سوال مطرح میکنه. میگه این خانم جرمی انجام نداده، این خانم گناهی نکرده و در فیسبوکش چیزی بر علیه امنیت عربستان نگفته، آیا سزاوار 284 روز زندان انفرادی در عربستان باید باشه؟ و الانم که زندان محکوم به 34 سال زندان باشه؟ که من از دولت بایدن میخوام صراحتاً در این مورد موضع بگیره
و درخواست کنه که این خانم از زندان آزاد بشه. و ضمناً در این مقاله آمده که اخیراً که عربستان افتاده به دنبال گالف بازان امریکا و در امریکا خرج میکنه برای مسابقه گالف که میخواد مسابقه گالف رو به عربستان ببره، از تمام این باشگاه‌ها و گالف بازا میخواهیم در این مورد موضع سریع بگیرن که بلکه این خانم جوان مادر دو فرزند که در زندان هست و اینها جز اقلیت‌های شیعه که همیشه مورد آزار اذیت خاندان سعودی قرار میگیرن، هر چه زودتر این خانم از زندان آزاد بشه. دوستان اینو مطرح کردم، میخوام به این بانوان مبارز در این شبکه‌های ایران ستیز که اگر یکی از این خانم‌ها تو زندان ایران باشه که میرن زندان مرخصی میگیرن میان بیرون، تو این شبکه‌ها بر علیه ایران هم حرف میزنن، بگم که شما نمیتونید یه بام و دو هوا باشه. اگر دفاع از آزادی، حقوق بشر، همه این اگر واقعیه، شما باید اولین موضع رو در مورد این خانم میگرفتید. این خانم به جرم دفاع از زنای راننده در زندان حرف زده، چطور راجع به این خانم صحبت نمی کنید؟ چرا یک کلمه راجع به این نمیگید؟ چون پولتون از عربستان میاد؟ پس این یه بام و دهوا رو لطفاً برای من حل کنید. و ایلدا شما که البته خب مشخصه، من اینو مطرح کردم که اگر شما تا الان نمیدونستید بدونید. یک، دوم، حرف منو ول کنید، باور نکنید. مقاله واشنگتن پست به قلم سردبیر چهارشنبه 17 آگوست 2022 رو خودتون بخونید و قضاوت کنید. همین. خب دوستان، جالبی که بدونید در همین ستون عقیدتی واشنگتن پست همین چهارشنبه 17 آگوست مقاله خنده‌دار هست به قلم جان بولتون. جان بولتون در این مقاله به طور به قول معروف دیپلماتیک سعی کرده که یک کمی به دولت آقای بایدن حال بده، بعد یه لغری بهش بزنه. حالا ببینیم چی میگه. که دولت آقای بایدن 4 ماه پیش مطلع شده که ایران، یعنی دولت ایران، میخواد منو بکشه همراه با مایک پامپیو و کسان دیگه. میگه به همین خاطر حرفی نزدن، ولی من خوشحالم که برای منم سیکرت سرویس گذاشتن. گفت من سیکرت سرویس زمان مشاور امنیت کاخ سفید بودم، اون موقع داشتم، ولی بعد اینکه اومدم بیرون دیگه نداشتم. ولی الان آقای بایدن دستور داده که از جان من سیکرت سرویس داره مراقبت میکنه. اینجا تشکر کرده فلان اینا، بعد رفته حالا دنبال لغت زدن. گفت دولت آقای بایدن فکر کنم تو یک خواب وحشتناکی داری به سر میبره. با روسیه میخواد مذاکره کنه، با چین میخواد مذاکره کنه، که بابا اینها نقطه ضعفه. حالا از همه اینا با ایران داره برجامو میخواد امضا کنه. گفت اینها بجز اینکه نقطه ضعف باشه برای امریکا هیچی نیست. اینا رو ول کنید بابا. در ایران شما باید به فکر رژیم چینج باشید، به فکر تغییر رژیم باشید. این سیاست شما باید باشه، نه چیزی دیگه. به قول آقای تحلیلگر، حالا اینو داشته باشید. من در جیب جان بولتون به شما میگم. میدونی که جان بولتون حرف مفت زیاد میزنه، ولی مفت حرف نمیزنه. الان به تو میگم. اولا جان بولتون که تو این رسانه های ایران ستیز همیشه از او به عنوان سفیر سابق امریکا در سازمان ملل، بعدش هم مشاور امنیتی اینا. ببین، اولا ایشون وقتی سفیر سازمان ملل شد
یعنی از طرف جورج بوش پسر، من میخوام سابقه شو به شما بگم دوستان. از طرف جورج بوش پسر ایشون به عنوان سفیر معرفی شد به سنا، چون میدونی سفیر و وزرا در امریکا برابر قانون اساسی، برای اطلاعات دوستانی که شاید ندونن، بسیار از استاد چند برابر من میدونم، ولی اینا برای دوستانی که نمیدونن، ایشون وقتی باید بره سنا تایید بشه، بهش میگن کانفرمیشن. ایشون و جورج بوش با اصرار بعضی از این صهیونیستا فرستاد اونجا که بشه سفیر امریکا در سازمان ملل. سنا در صورتی که اون موقع سنا اکثریتش با جمهوری خواهان بود، اینو رد کرد، گفت آقا این به درد نمی، آدم در به داغون، این مشکل داره، آدم نارامیه، این نمیتونه در رای به عنوان رئیس دیپلماسی ایران در سازمان ملل. رد کرد. جورج بوش برای اینکه تحت فشار قرار داده بود، یعنی جورج بوش رو تحت فشار قرار داده بودن، این گذاشت وقتی مجلس رفت برای مرخصی، از قانون دیگری، چون زمان جنگ بود دیگه، حمله امریکا به افغانستان و عراق، وقتی رفت تعطیلات برای دو هفته، میگو من به خاطر اورژانس نمیتونم صبر کنم دوباره اینو با یه تشکیلات به سنا معرفی کنم، همونجا به طور موقت ایشونو میذارم میشه سفیر و اون مقدارم نزدیک 6 ماه باید باشه، بعد از 6 ماه باید دوباره معرفی کنه. 6 ماه گذاشتن شد سفیر، نمیم 6 ماه یا 7 ماه. بعد که اون دوره اورژانس تموم شد، جورج بوش مجبور شد یکی دیگر انتخاب کنه، چون میدونست که باز سنا رد میکنه. پس اینم سابقه سفیر ایشون، سفیر بودن ایشون در سازمان ملل. خب چرا میگم حرف مفت میزنه، مفت حرف نمیزنه؟ ایشون وقتی، خود دونالد ترامپ میگه که التماس کردن به من که ایشونو بیار کار کنه، گفت من که نمیدونم ایشونو به عنوان سفیر یا وزیر معرفی کنم چون سنا قبول نمیکرد. گفت این ولد از نو، این حرف خود ترامپ ها، این اومد خواهی های من رو دو دستی گرفته بود، من گفتم حالا بیاد مشاور امنیتی بشه. خود ترامپ داره میگه ها، به اون وقتی مشاور امنیتی باشه احتیاج به کانفرمیشن و تایید سنا نیست. خب این آورد اونجا به عنوان مشاور امنیتی، وقتی اومد برابر قوانین امریکا هر کی در کاخ سفید کار میکنه باید ورقه های مالیاتیش رو ارائه بده مردم ببینه. خب نشریه نیویورکر، دوستا برم چک کنن ها، فکر نکنم من همین چون بر علیه جان بولتون هم، نه نه اینا خودتون هم میدونید من وقتی مدرک نباشه حرفی نمیزنم، و برای همینه که تو این برنامه هر صحبتی که میشه خودتون میدونید که مدرک و دلیل نباشه و این مدارک رو میتونید ببرید بانگ نکنید، بارها هم گفتم. نشریه نیویورکر که یه نشریه خیلی معتبریه، اونا وقتی حرف میزنن حداقل تحقیقاتشون درست، اومدن باش مصاحبه کردن و ورقه مالیاتیش هم گذاشتن اونجا، برن دوستا بزنن نیویورکر، بکنم سال 2019 بود، برا بزن مصاحبه جان بولتن با نشریه نیویورکر، مقاله خیلی مفصلی هم هستا، من خوندم این مقاله رو دارم به شما میگم. اونجا اومدم ورقای مالیاتی شو که اون سال، یعنی سال 2018 بود میسین که ایشون 2 میلیون دلار درآمد سالانه شو گزارش کرده بود که مالیات بده. از این که میگم گزارش کرده، من نمیدونم چه مقدارش اصلا نکرده. دو تا از این عدد تو همین چیز دارم به شما میگم، اینو دعوت میکنم به اسرائیل که اونجا یه سخنرانی بر علیه فلسطین و این چیزا بکنه، 135 هزار دلار به عنوان دستمزد بهش میدن.
میدونی که اون دستموزا را در امریکا قانونیه. یکی میتونه منو دعوت بکنه در امریکا، خب میتونه به من 1,000,000 دستمزد بده برای یه سخنرانی. حالا این سخنرانی من چرتم باشه مهم نیست، میگه آقا از نظر ما ارزش داره که 1,000,000 بدیم. هیچ که نمیتونه به ایراد بگیره که چرا با مرتضوی که 2 دلار نمیارزه 1,000,000 دادید. حالا شما جایی سراغ دارید که جان بولتون رو دعوت کنن 135,000 دلار بهش بدن؟ من که خبر ندارم، ولی اسرائیلی این کاری کردن، قانونیه. حالا چقدر از این گروه تروریستی مجاهدین گرفته خدا میدونه. تو این برقه های مالیاتی نوشته بود 50,000 دلار برای سخنرانی از فرقه رجبی گرفته بود. 50,000 دلارشی که میدونیم گزارش کرده و مالیات داده ها، اینی که سنده. پس بنابراین این حرفی که ایشون میزنه، مقاله که نوشته، روی همون حرفی که این حرف مفت زیاد میزنه، بلی مفت حرف نمیزنه. تو امریکن انترپرایز هم کار میکنه، اونم که دیگه برای همه مشخصه یه نهاد صهیونیستی دستی راستی. ولی خب این مقاله واشنگتن پستش جالب، میگه آقا دنبال رژیم چینج برید. اینه. خب آقای جان بولتون اگر فکر میکنی نرفتن، میبینی تو اولین بار اینو داره میگی، بی خود نبود که دانالد ترامپ همون روز اول اینو نشسته اونجا گفته ببین جان من تو رو آوردم، فکر نکن که اینجا به فکر حمله به کشوری رژیم چنجینا باشی، یا اینجا من تصمیم میگیرم نه تو، من رئیس جمهورم. اینو من هم در کتاب خود الان یادم رفت اون کتاب، اونجا هم نوشته بود، همین داماد ترامپ هم نوشته در آخرین کتابش. پس اینم همچنین این مقاله دلیلی که من مطرح کردم تا همین ستونی که ظلم ستمی که به خانم شهاب داره میشه در عربستان تو زندانش، آقای بولتون میاد یه حرفی راجع به اون بزنه ابدا، چون پول از اونجا داره میاد، سو منبع مالیشو این خوب حفظ میکنه به این خاطر. خب دوستان، یکی دیگه از این مقاله های خنددار، اینگه میگم خنددار، مقاله رضا پهلویه، اونم در روزنامه وال استریت جورنال. ببینید شما باید دیگه خیلی خودی باشه این مقاله که براش نوشته و اینا، اون به جای خودش، چون اسم رضا پهلوی روش و از اون به عنوان شاهزاده رضا پهلوی و پسر ارشد محمد رضا پهلوی دارن نام میبرن. این مقاله دیروز میشه، یعنی دیروز منظورم پنجشنبه، این مقاله در وال استریت جورنال نوشته شده. این میگه که در دفاع از سلمان رشدی، متاسفانه کشور من همیشه به دنبال خشونت بوده و این جریان سلمان رشدی هم از اونجا ریشه میگیره. این در دفاع از سلمان رشدی که آرزوی بهبودی برای اون داره و در دفاع از آزادی بیان اینا، میگه کشور من همیشه این کارا رو کرده و مکافات و فلان، ما باید دنبال سکولاریسم و همه اینا باشیم. خلاصه که این تحت تاثیر آیت الله خامنه ای آیت الله خمینی قرار گرفته، این پسر جوان متر، و اومده به سلمان رشدی حمله کرده و همه اینا، ولی یک کلمه نگفته که سلمان رشدی توهینی که کرده به مسلمون ها آیا هرگز معذرت خواهی کرده یا نه. توهین به ادیان در هیچ جای دنیا، در همین جایی که رضا پهلوی زندگی میکنه، یک کمی بره پایین تر، رضا پهلوی تو مریلنده، توی کنم به تومک زندگی میکنه، یک کمی بره پایین تر میرسه به ویرجینیا، شما برو اونجا به یک به مسیحی ها توهین بکن ببین چه بلای سرت میارن، یه خود بره پایین تر تا برسی به تکساس. چون من اینا را دوستان رفتم میدونم، یه زمانی من برای یه دوره توانبخشی در
ریچمن ویرجینیا نزدیک یک سال مدرسه رفتم با تمام افکار اندیشه آدمای معمولی و مذهبی بودم و آشنا هستم. اصلا رفتن کلیسا را از اولین سوالی که تو مدرسه هم کلاسای من میپرسیدم میگن تو کدوم کلیسا میری؟ این روش زندگی جنوبه و مذهبی هم. یعنی از نظر من خیلی هم اوکی هاش، مشکلی نیست. ایشون میگه که توهین کردن مهم نیست و جلوی آزادی بیان و اینجوری شده و کشور من باید امریکایی‌ها و اروپایی‌ها از اول میدونستن همه اینا رو بایکوت کنن، فعلا همه اینا که دفاع از سلمانش. من الان آزادی بیان دارم اینجا، میکروفونم دست منه و هیچ کم نمیتونه کاری بکنه. من الان فوش خار مادر به یکی بدم، آیا این درسته؟ آزادی بیان دیگه، من این آزادی بیان رو دارم. حالا به یه شخص، وای به حالی که به یک دینی که باورمندای اون دین اینو باور دارن، حالا هر چی. ببین پال هاروی دوستان، اینم بگم خدمتتون، چون مقاله چرت بدیز و پهلوی که میگن انقدر مضحکه این نمیفهمه، نوشتن دادن دستی که به اسم شما داریم چاپ میکنیم دیگه. بنده رضا پهلوی که وقتی حرف میزنه میتونی بفهمی که چقدر حالیشه. ببین پال هاروی یکی از مفسران معروف امریکا بود. دوستایی که سالها توی امریکا زندگی میکنن پال هاروی رو میشناسن. ایشون الان فوت کرده. ایشون روزی دو بار برنامه داشت، یکی صبح از شبکه ABC رادیو 5 دقیقه، ظهرم 10 دقیقه حرف میزد به عنوان پال هاروی نیوز اند کامنت. خود پال هاروی یک آدم دست راستی مذهبی به تمام معنا بود و با کسی هم خورده حساب نداشت، حرفاشو میگفت. و 25 میلیون نفر در 1400 رادیو به برنامهشون گوش میکردن. خب هم خودش خبرشو مینوشت طریقه که خودش دوست داشت. یه جمله ای داشت، من اینو برای آگاهی رضا پهلوی و یاران ایشون دارم میگم. اون همیشه میگفت Self-government won't work without a self-censorship. پال هاروی همه جمهوری خواه ها چینشون از جمهوری خواه دست راستی بود. می گفت حکومت مردمی بدون خودسانسوری شخص به درد نمی خوره. می گفت ما کشور آزاد دموکراسی بیان هرچی، ولی در این بیان ما باید خودسانسوری بکنیم. و برای همین میگفته حکومت مردمی بدون سانسور مردمی، یعنی شما هرچی دهنت بند نمیتونی بگی. درسته که آزادی میتونی بگی، ولی نباید بگی، برای اینکه شما به ارزش‌های دیگران دارین توهین میکنین. خب بعد از این مقاله چرت پرت رضا پهلوی، این دوستان چند از دوستان از من خواستن آقا در مورد برجام بگو ببینیم چه خبره. اما آخر مطلب من دوستان، برجام یه چیزی خوبیه، هم برجام قبلی از نظر من به نفع ایران شد، درسته که ما آسیب دیدیم از برجام بدن تحریم اینا، ولی اون مدرکی بود که الان این برجام به طرف پیروزی داره میره. ایران خواسته 150 امتیاز که خواسته بود بهش دادن. اما نپرسید فعلا اینا چی بودن، بذار امضا بشه همش هم خوبه، نیازی نیست که دونه دونه من به شما بگم. اگر من میگم خوبه، اگر تو منو باور داری قبول کن، اگر باور نداری برو خودت هر کاری میکنی بکن. دلیل این که اینه به شما میگم، ایران گفته آقا این 150 امریکا هم قبول کرده، میگه اگه شما ازش برید بیرون خود میدونید نمیتونید گارانتی کنید دولت بعدی چی میشه، پس بنابراین اینجا مینویسیم اگر دولت شما بره بیرون ما هم غنی سازیمون رو ادامه میدیم.
این دیگه بر کسی پوشیده نیست، ایران گفته و اونا هم قبول کردن. دلیل این که میگم که این برجام فعلا خوبه، چون دولت اسرائیل از روی ناچاری اومده اعلامیه داده، جروسلم پست هم چاپ کرده دیروز، و امریکایی و اروپایی ها میگن که شما از روی ناچاری این کار دارید میکنید، خاک بر سرتون. چرا؟ چون در دنیا شما ضعیف نشون میدید خودتونو، از حالا به بعد هیچ کی برای شما تره خورد نخواهد کرد، شما را به عنوان یک دولت ضعیف و بیچاره در مقابل ایران خواهند دید. من اینو وقتی دیدم دو تا چیز به نظرم رسید که آقا این برجام خوبه، اینا دیگه نمیتونن کاری بکنن چون دولت امریکا نیاز داره، منافع است. الان ایران در جایگاهی هستش که امریکا احتیاج داره این امضا کنه و برای ایران هم احتیاج داره امضا کنه. ببین یه طرفه نریدیش وقت. ایران برای اینکه پولاشو به دست بیاره، نفتشو به فروش آزاد، همه اینا ایران هم احتیاج داره. اونا هم برای اینکه نفت وارد بازار بشه، ایرانو تا حدود ببین اینها میدونن که با ایران نمیتونن وارد دوستی بشن و اینا. خب میگن اگر دوست نشیم نمیخوام ایران دشمن ما باشه. اینه داستان. حالا یه روز راجع به این دوتا و فرقش به شما صحبت خواهم کرد، ولی در حال حاضر به نظر من با توجه به این چیزهایی که من دیدم و خوندم که نمیتونم الان به شما بگم و دلیلی هم نیست تا امضا بذار امضا بشه، و من مطمئنم این چیزی خوبیه، حداقل در دو چیز فراموش نکنید. ایران پولاشو میگیره، مسدود الان بیرون، نفتشو آسون میفروشه، 150 کمپانی ایران از تحریم میان بیرون. اینها فعلا در حال حاضر، حالا برای دو سال، حالا خدا میدونه شاید بعد از اونم بشه، برحال برای دو سال هم که بوشه خوبه. بنابراین اونایی که هم من خواسته بودن راجع به برجام نظرمو بگم گفتم، و بذار امضا بشه ما بیشتر اون فوایدشو با هم صحبت بکنیم و ببینیم این برای ایران خوبه، برای امریکا هم خوبه. یادتون باشه من بارها گفتم کشورها مثل آدمای معمولی رفتار میکنن، در ارتباط با منافع خودشون همیشه هم نرمش نشون میدن هم علاقه نشون میدن. ایران هم یکی از اون کشورهاست، امریکا هم همینطور. به نظر من چیز خوبیه، تا انشالله ببینیم چی پیش میاد. خب پس بنابراین دوستان نگران نباشید، اونایی که در ایران نشستن تصمیم میگیرن همه اینا را حلاجی کردن، یک سابقه هم از برجام گذشته هم دارن حلاجی میکنن. بنابراین آیا ایران حالا روی انیسازی بخواد برگرده به 4% یا 20%، اونها برای ایران دیگه زیاد مهم نیست. ببینین چرا؟ اگر اونها از برجام بیان بیرون، ایران جنگی دنده عوض میکنه میره بالای 60. به خودشون هم گفته، تو اون قرارداد هم نوشته که آقا شما اگه بیاییم بیرون ما برمیگردیم غنی‌سازیمون رو ادامه میدیم. بنابراین دیگه کسی نمیتونه به ما بگه که چرا، چون ما اینجا داریم اعلام میکنیم و اینجا هم داریم امضا میکنیم. از اون نظر ایران به نظر من به اندازه کافی خودشو در این قرارداد حفظ کرده. یاد باشه ها، قراردادهای بین کشورها هرگز نمیتونه یه طرفه باشه. شما یه چیزی میگید یه چیزی میگیدید. اگر کسی با این مشکل داره راجع به قرارداد اینا نباید حرف بزن، اصلا بکشی کنار، چون نشون میده که از روابط دیپلماتیک بین کشورها خبر نداره. این روش کاره، یا بازی میکنی یا نمیکنی. اگر بازی بکنی باید قواعد بازی رعایت بشه. ایران هم اینو خوب میدونه، امریکایی هم عالی میدونن، و اونها اومدن میبینن که الان نیاز دارن که با ایران قرارداد ببندن، و ایران هم همیشه تمام شده رفت. اینو داشته باشید تا بعدن انشالله بیشتر راجع به این صحبت بکنیم. برای دوستان سپاسگزارم از وقتتون، کمکاتون رو یعنی کمکاتون رو من هنوز احتیاج دارم برای ادامه راه این درمانگاه که انشالله به زودی تمومش کنیم. ممنونم از محبت‌های شما، پیام‌های مهرآمیز شما،
و از اینکه لطف میکنید با من در تماسید سپاسگزارم. به هر حال دوستان، فعلا ایران در جایگاه بهتریه، اینو فراموش. خب دوستان، ممنون و سپاسگزارم از وقتتون. وقت منم تموم شد. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.